در نخست بزرگترین چالش اقتصادی فراراه حکومت تامین 70 درصد بودجه ملی از سوی کشورها و نهادهای کمک کننده به افغانستان است میراثی که از حکومت پیشین بر جا مانده و در سه سال حکومت وحدت ملی نیز ادامه یافته است باورها بر این است اگر کمک های بیرونی قطع شود حکومت به دلیل ضعف اقتصادی سقوط خواهد کرد دو بر بنیاد آمارها در سال 2017 میلادی دامنه ناداری از 40 درصد به بیش از 50 درصد افزایش داشت رئیس جمهور غنی در یکی از نشست ها گفته بود 39 درصد مردم کشور شبها گرس نمی خوابند سه اختلاف سیاسی جنگ و ناامنی سبب شد که مردم از ساخت و سازها دست بکشند و پولهایشان را در خانه هایشان پنهان کنند و یا آنها را به بیرون انتقال دهند این کار رقم بیکاری را در کشور افزایش داده است در پیوند به آن حکومت تایید کرد که 43 درصد نفوس کشور بیکار و کمکارند اما نهادهای مستقل رقم بیکاری را بیش از 60 درصد میدانند که بیشتر بیکاران را جوانان تحصیل کرده تشکیل میدهد چهار ترور و ربودن داران و اعضای خانواده های آنها و باجگیری های غیر قانونی در سال گذشته بی پیشی ندانسته شده و این کارها اعتماد سرمایه گذاران را به آینده اقتصادی کشور سست کرده و سبب کاهش سرمایه گذاری ها شده است. 5. صنعتکاران میگویند اهداف توسعه که مد نظر داشتند به دلیل نبود زمین، انرژی برق و ناامنی ها نتوانستند به آنها برسند. 6. بانک جهانی نیز اعلام کرد که ناامنی مانع سرمایه گذاری و بهبود زندگی مردم شده است و دامنه ناداری را در افغانستان گسترش داده است. 7. چالش دیگر فساد و انحصار ریاست جمهوری در قرارداد پروژه های توسعی در چارچوب اداره تدارکات ملی دانسته شد و صاحبان شرکتها و بازرگانان را نگران ساخت و گونه نمونه قرارداد ساخت بند کمال خان با سه شرکت امضا شد اما فردای آن روز تلویزیون جهانی خورشید به سند دست یافت و از فساد در این پروژه ها پرده برداشت و سپس ریاست جمهوری قرارداد این پروژه را فسخ و بررسی آن را دوباره آغاز کرد تا برای بار چهارم آن را به امضا برسانند. هشت. همین اکنون اداره تدارکات ملی که بررسی تمام پروژه های توسعی و بازنگری تدارکات نهادهای دولتی را به عهده دارد متهم به فساد و خشخوری است. نه. No. افزایش بهای دلار در برابر پول کشور از چالش های دیگر اقتصادی دانسته می شود که یک دلار امریکایی نزدیک به هفتاد افغانی مبادله شد که این مسئله در 16 سال گذشته بی پیشی نبود. ده استخراج معادن و کارآفرینی در این بخش انتظار جدی سرمایه گذاران و مردم از حکومت بوده و است اما در این زمینه گام مؤثری برداشته نشد و استخراج های غیر قانونی آن نیز ادامه یافت که بخشی از این استخراج از سوی گروه های حراس افغان انجام می شود. 11. چالش دیگر کاهش 72 میلیارد افغانی بودجه توسعه سال پیش رو است. سال گذشته بودجه توسعه در چارچوب بودجه ملی 161 میلیارد افغانی بود، اما این رقم برای سال پیش رو به 90 میلیارد افغانی کاهش یافته است. از سوی هم پیشنویس بودجه ملی به دلیل غیر متوازن بودن آن از سوی مجلس نمایندگان رد شده است و در حالی از ابهام قرار دارد. دستاوردهای حکومت وحدت ملی یک بزرگترین دستاورد حکومت در سال 2017 میلادی سرعت بخشیدن پروژه های بزرگ منطقه‌ای که در حکومت پیشین آغاز شده بود دانسته می شود. از جمله کار لوله گاز تاپی، امضای تفاهم نامه پروژه کاسا 1000 تفاهم نامه خط آهن پنج چین، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و ایران، امضای موافقت نامه راه لاجورد، امضای موافقت نامه بندر چابهار و یک کمربند و یک راه که همان راه ابریشم است از برنامه های بزرگ حکومت بودند که اجندای نشست ریکای هفتم در مورد افغانستان را نیز تشکیل داده بودند اما پرسش بنیادی این است که آیا در وضعیت کنونی حکومت توانایی عملی سازی این پروژه ها را دارد؟ چیزی که برخی از کارشناسان اقتصادی انجام آنها را نمایشی می دانند. دو درآمد ملی از سوی جامعه جهانی برای حکومت 152 میلیارد افغانی تعیین شده بود اما وزارت مالیه از گردآوری 169 میلیارد افغانی خبر داد سه رشد اقتصادی کشور از سوی بانک جهانی از 1.3 درصد در سال 2016 میلادی به 2.6 درصد در سال 2017 میلادی رشد یافته است چهار بهبود روابط بازرگانی با کشورهای آسیای میانه و چین از طریق خط آهن بی پیشی نبوده است که در دراز مدت روند توسعه اقتصادی را در پی دارد. پنج بهبود روابط بازرگانی با ایران از طریق بندر چابهار و واردات دو محموله بزرگ گندم از آن بندر به کشور. 6. آغاز روند صادرات کارگوی هوایی با و صادرات 1600 تن میوه های خشک و تازه به این کشور. 7. سفر رئیس جمهور به استرالیا، اندونزیا و آذربایجان از بحر بهبود همکاری های اقتصادی و سیاسی و امضای موافقتنامه ها در زمینه اقتصادی. 8. امضای موافقت نامه های اقتصادی با ازبکستان 9. اعلام مهار آبهای سطحی و ایجاد بندهای برق از سوی حکومت 10. در پنجم اکتبر 2017 نشست سام در کابل برگزار شد رئیس جمهور غنی در این نشست از حلقه مفسید در درون نظام یاد کرد که مانع رشد اقتصادی کشور است و بر برچیدن آن تاکید نمود 11. در ده دسامبر 2017 افغانستان از فهرست خاکستری اقدامات مالی جهان بیرون شد. و این نشانه کاهش محدودیت معاملات پولی میان افغانستان و کشورهای جهان است. از سوی هم زخایر ارزی کشور به ارزش بیش از ده ماه واردات مورد نیاز کشور اعلام شد که بر بنیاد آمارهای جهانی این رقم وضعیت خوب اقتصادی در کشور را نشان می دهد. دوازده در نهایت ساخت جاده قیصر لامان که بخش از جاده حلقه‌ای کشور است در دهم دسامبر از سوی رئیس جمهور غنی گشایش یافت در همین حال هنوز هم ناامنی ها نبود انرژی برق زمین مانع جدی ایجاد پارک های صنعتی ساخت و ساس های زیربنایی و ساخت مسکن در کشور دانسته می شود و اگر این روند ادامه یابد راه دیگری برای ایجاد کارآفرینی در کشور دیده نمی شود با باور کارشناسان اگر این روند ادامه یابد دامنه فقر و ناداری و ناامنی در کشور گسترش خواهد یافت